امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. توی این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 58 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار به اسم ترانه فارس رو با هم دیگه کار بکنیم. آفرین به شما که تا اینجا همراه بودید. 58مین درس از این کتاب رو داریم با هم دیگه کار میکنیم. ممنون میشم که این کانال رو حمایت میکنید با سابسکرایب کردن، لایک کردن، کامنت گذاشتن و اینکه لطفاً این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید که اونا هم از این آموزش‌ها بتونن بهره مند بشن. ممنون از شما، ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیو خوب داشته باشیم. خب قطعه شماره 58 یا قطعه 68 و تمام نکاتی که مربوط به قطعات 68 هست رو ما توی درس‌های قبلی با هم دیگه کار کردیم. امیدوارم که اونا رو با کیفیت عالی اجرا کرده باشید و مشکلی توی حالا اون اصول اولیه تئوری نداشته باشید. می‌دونیم که 6-8 یعنی توی هر میزان معادل 6 تا نوت چنگ داریم، پس شمارشمون برای این قطعه به صورت 1-2-3-4-5-6، اما می‌دونیم که وقتی مترونوم می‌خوایم بذاریم، مترونوم باید روی دو ضربی بذاریم و با هر ضرب مترونوم 3 تا شماره بشماریم. حالا اینا رو با هم دیگه کار می‌کنیم. نکات جدیدی که توی این قطعه داریم، یکی اون RIT هست که زیر خط توی خط دوم زیر میزان دوم گذاشته شده. RIT که حالا ما میخونیمش ریتارد، اول کلمه ریتارداندو هست. ریتارداندو یک کلمه ایتالیایی هست، حالا توضیحشو پایین قطعه براتون نوشته، به معنی کاهش تدریجی سرعت. این کلمه به خیلی از اصطلاحات و کلماتی که ما توی موسیقی استفاده میکنیم کلمات ایتالیایی و فرانسوی هستن. حالا این کلمه باز دوباره مشترک هست بین ایتالیایی و فرانسوی. توی فرانسوی هم بهش میگن وتر، یعنی به معنی همون تأخیر. حالا چطور باید اینو اجراش بکنیم؟ معنیش اینه که توی میزان دوم باید یه مقدار سرعت ما آروم آروم کم بشه. یعنی اگر قبلش داریم میشماریم 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6، پس آروم آروم توی میزان دوم سرعتمون رو کم میکنیم و روی آخرین نوت یه علامت نقطه توقف داریم که اینو تو درس‌های قبل داشتیم. یعنی که روی این نوت اجازه داریم به دلخواه خودمون بیشتر از مقدار کشش اون نوت صبر بکنیم و بعد ادامه این قطعه دوباره میفته روی همون ریتم اولیه. پس این از معنی کلمه ریتارد. نکته دیگه که خیلی مهمه باید بهش توجه کنیم، فاهایی که تو این قطعه داریم، بعضیش بالاش 2 نوشته، بعضیش بالاش 9 نوشته. اینو هم باز دوباره نکته مهمیه که هنرجوها بعضی وقتا اشتباه میکنن. حواسمون باشه اون فاهایی که 9 داره یعنی خط 9 باید اجرا بشه. حالا چیزی که تو این قطعه داریم، تمام این فاها روی خط آخره. فایی که روی خط آخره و 9 داره یعنی که خط 9 سیمای سفید، و فایی که روی خط آخره و 2 داره یعنی خط دوم پشت خط. و ما میدونیم تو حالت کلی نیازی به اشاره کردن نیست، یعنی اگر چیزی نگفته باشه یعنی خط دوم. خیلی جایی که 2 گذاشته در واقع برای تاکید گذاشته، داره میگه حواست باشه، درسته که قبلی رو 9 زدی ولی اینو نباید 9 بزنی. پس اینم از فاها که مواظبش باشیم. و اون دی سی که آخر قطعه هست میخونیمش دا کاپو. دا کاپو یعنی تکرار از اول، یعنی کل قطعه دوباره از اول باید تکرار بشه. بریم با هم دیگه کار کنیم جمله به جمله و اگر نکته خاصی بود با هم دیگه بررسی میکنیم. میزان اول نوتامون هست سول دو می دو می دو. یه نکته که خیلی مهمه، یه مهارتی که نوازنده و موزیسین باید داشته باشه، دسته بندی کردن و جمله بندی کردن. ببینید این قطعه رو، این میزان رو، اگه ما نوتاشو سه تا سه تا بخونیم، یعنی همونطوری که سه تا سه تا به هم وصل شدن تو ذهنمون بگیم سول دو می بعد دو می دو، شاید اجرا کردن یا حفظ کردنش واقعا سخت باشه. ولی اگر اینو دو تا دو تا ببینیمش، میبینید که خیلی ساده تر میشه و اجرای بهتری هم ازش ارائه میدید. نوتامون هست سول دو می دو می دو، پس اگه دو تا دو تا نوتا رو ببینید خیلی درکش براتون راحت تر میشه. بسیار عالی. سول دو می دو می دو میزنیمش رو سنتور. سول دو می دو می دو، شمارشش هم خیلی ساده. 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6 یک میزان رو باید دو بار بزنیم، چون بعد از این میزان علامت تکرار یک میزان داریم. میریم سراغ میزان بعد. نوتامون هست سول ره فا ره فا ره. حواسمون هست که فاها باید خرک نهم اجرا بشه. سول ره فا ره فا ره سول ره فا ره فا ره. بسیار
میریم سراغ خط دوم، سل دو می سل دو سی، و بعد ادامهش میاد پایین لا سل فا می ره دو. پس این دو میزان رو با هم دیگه میخونیم و میزنیم، شد سل دو می سل دو سی لا سل فا می ره دو. از دوی پشت خرک میاد تا دوی سفید، بعد از چهار تا نوت اول سل دو می سل، از دوی پشت خرک یه تیکه میایم تا دوی سفید. سل دو می سل دو سی لا سل فا می ره دو، که حواسمون به راست و چپش هست. توی میزان دوم دو تا راست یه چپ، دوباره دو تا راست یه چپ، و حواسمون به اون ریتارد هم باشه که توی میزان دوم آروم آروم باید سرعت رو کم بکنیم. یک دو سه چهار پنج شیش، یک دو سه چهار پنج شیش، یه مکس طولانی تر و حالا جمله بعد شروع میشه. خب این قسمت رو از اول تا اینجا بشنویم. اینجا میشه مقدمه این قطعه، و بعد از دو میزان آخر خط دوم وارد اون قسمت شعر میشیم که ملودیش قطعا براتون آشناست. بسیار خوب، میریم سراغ قسمت بعد، خط دوم دو میزان آخر. یه دو رو سیمای زرد میزنیم و بعد میریم رو سیمای پشت خرک، سل سی لا سل فا می سل فا. سل سل سی لا سل فا می سل فا. شمارشش یک دو سه چهار پنج شیش، یک دو سه چهار پنج شیش. میریم سراغ خط سوم، فا می ره ره می فا فا می ره دو دو. این دو میزان شمارشش خیلی مهمه. میدونیم ما که توی قطعات 6 8 هر جا به نوت دو لا چنگ میرسیم باید تو شمارشمون او اضافه کنیم. پس قسمت اول چنگ نقطه دار دو لا چنگ چنگ به صورت 1 2 او 3 4 و 5 6 شمارده میشه. 1 2 برای نوت اول، او برای می، 3 برای ره. تو چار باید رومی اجرا بشه، پس میگیم چارو و نوت آخر که سیاه میشه پنج شیش. توی میزان بعدی چنگ دوتا دولا چنگ یه دونه چنگ، یک برای نوت اوله. تو ضرب شماره دو باید میوره رو بزنیم، شه یک دو او و سه میرسه به نوت چنگ بعدی، یک دو او سه چار پنج شیش هم برای نوت آخره که سیاه نقطه داره. پس نوتامون هست فا میره رمی فا فا میره میشماریم، یک دو سه چهار و پنج شیش، یک دو سه چهار پنج شیش. یه دولا خط تکرار داریم که باید برگردیم از خط دوم دو میزان آخر این قسمت رو تکرار کنیم. من این جمله رو براتون میزنم که بشنویدش. قسمت بعد خط سوم میزان آخر، نوتمون هست می می سول فا، و میتونیم بستش کنیم به خط بعدی، خط آخر میزان اول که نوتش هست سول فا می سول فا. پس شد می می سول فا سول فا می سول فا. می می سول فا سول فا می سول فا. شمارشش یک دو سه چهار پنج شیش، یک دو سه چهار پنج شیش. دو میزان آخر که تکرار بالاست، اینو قبلا زدیم، فا میره ره می فا فا میره دو دو، فا میره ره می فا فا میره دو دو، یک دو سه چهار و پنج شیش، یک دو سه چهار پنج شیش. در واقع اون سه میزان خط آخر دقیقا تکرار سه میزانی هست که از خط دوم میزان آخر شروع میشه تا دو میزان بعدش، یعنی میزان اول و دوم خط سوم. پس شما در واقع این قطعه فقط سه خطش رو باید تمرین میکنید، خط آخر تکرار بالا. فوق‌العاده ساده است. یه دور من از اول تا آخر براتون اجراش میکنم، بشنویدش با شمارش و بعد با مترونوم هم اجراش میکنیم.
بسیار عالی. مترونوم رو تنظیم میکنیم روی دو ضربی و سرعت 80. میدونیم که ضربهایی که مترونوم به ما میده روی 1 و 4 باید بیفته. 1 4 1 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 الان دیگه بهش ریتارد ندادم چون داریم با مترونوم میزنیم. قسمت شعر بسیار عالی. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.